فقط عشق میتونه نجاتم بده، اونم عشقی که از تو تو قلبمه، دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو این هم همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو، چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو. دلم دست به دعاته، چشم همش به راته، خدا به هم نگاه. زندگی را سخت نگیر، زندگی را سخت نگیر، رونق عمر چند سباهی گذر است. قصه بودن ما برگی از دفتر افسانه راز بقاست. دل اگر می شکند، دل اگر می میرد، و اگر باغ به خود رنگ خزان می گیرد، همه هشدار به توست جان من، سخت نگیر، جان من سخت نگیر. زندگی کوچه همین چلچله هاست، به همین زیبایی، به همین کوتاهی. با درود خدمت همه هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، به طور خاص آدین شب شما هموطنان عزیزمون در ایران به خوبی و خوشی باشه، باشه که خداوند مطابق فیضش تک تک شما عزیزان رو برکت بده. مشروط بر این که مایل هستید نسبت به موضوعاتی که در زندگیتون پیش اومده، اگر باعث خستگی هست، اگر باعث ترس و نگرانی و یا ضعف جسمانی هست، می توانید با شبکه محبت تماس بگیرید. برنامه امید جاودان همکنون برنامه زنده هست، مشاورین ما در خدمت شما خوبان هستن، من نیز در خدمت شما هستم برای دعا، و اگر سوالی هست خوشحال میشیم که بتوانیم پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم، و میل به این داریم که گواهی ایمان شما خوبان رو بشنویم، هم باعث برکت ما و هم باعث برکت بقیه بینندگان نیز خواهد شد. در طول این چند هفته ما به دو سوال پرداختیم که یکی از سوالات این بود که مسیحیت چیست و چگونه میتونیم مسیحیت رو تعریف کنیم برای دیگران. اما سوال بعدی ما که از هفته گذشته شروع کردیم در این بود که چرا خدا انسان را آفریده؟ هدف از خلقت چیست؟ خواهش میکنم با ما باشید در این برنامه، تشویقتون میکنم دیگر دوستانتون رو، فامیل، برادر، به طور خاص ایماندارانی که میل به این دارن برنامه های مسیح رو ببینن، تماس بگیرید و فرکانس جدید شبکه محبت رو به این عزیزان بدید و میتوانن عزیزان نیز تماس بگیرن نسبت موقعیت زندگیشون. ما و همچنین شبکه در خدمت شما خوبان هستیم. خدا رو شکر میکنم برای محبت مسیح که این فرصت رو به همه ایرانیان داده که با شبکه‌های مسیحی دلگرم کننده زندگی شما هموطنان عزیزمون باشه. پس از این فرصت نیکو میباید استفاده کردش. قبل از اینکه بخوایم ادامه برنامه رو داشته باشیم با شما خوبان، تشویقتون میکنم با دعای من متحد بشید و بعد از اون نیز منتظر باشیم باز بپردازیم به این سوال و همچنین تلفن‌های شما خوبان. پدر آسمانی، خدای قدوس، تو رو شکر می‌کنم برای محبتت، تو رو شکر می‌کنم برای این وقت خداوند. این وقت نیز یک فرصت طلایی هست که به همه ما داده شده تا نفسی بکشیم و نام تو رو جلال بدیم ای خداوند. اینک از تو می‌خوام بازم مطابق فیضت، روح پر جلال تو لمس تازه کنه هموطنان عزیز ما رو، به محبت خودت، به عدالت خودت، به رحمت خودت، به فیض خودت و به آنچه که مصلحت دل عزیزان هست، تو نیز ای خدا اجابت کننده باشی. همچنین از تو میخوام در این جلسه با ما باشی ای مسیح خداوندم، که تمام دعاهایی که میشه تو ای پدر با فیضت اجابت بکنی، سوالات رو تو جواب بدی ای خداوندم، و تو باشی که در گواهی ها جلال پیدا میکنی. همچنین از تو میخوام با فیضت عیسی مسیح، تو که شاهد بر این هستی سرزمین عزیز ما در این روزها در سختی ها، در مشکلات، در قدرت تاریکی به نام نظام اسلامی گرفتار شده، تو سرزمین عزیز ما را آزاد کنید و نام خودتو جلال بدی در قلب همه ایرانیان، و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. آمین که با ایمان هموطن خوبم دریافت کن. تشویقت میکنم مجال این رو ندی که در غم باشی، مجال این رو ندی در ترس و نگرانی باشی، مجال این رو ندی که در ضعف حتی جسمانی باشی. یک بار دیگه عرض کنم میتوانید تماس بگیرید با ما و مشابهین ما و همچنین من در خدمت شما عزیزان هستیم. این افتخار رو دارم که اینک میزبان دکتر دانیال شایسته باشیم و
علتش همین سوالی بود که در طول یک دو هفته انجام دادیم که چرا خدا انسان را آفریده. و همون گونه که می‌دیدیم دکتر شایسته عزیز محقق و پژوهشگر ادیان هستند و می‌خوایم نظر ایشون رو نسبت به این سوال بدونیم و چقدر مهم می‌تونه باشه که ما بدانیم چرا آفریده شدیم. وقتی به هویت و ماهیت خودمون پی می‌بریم، اون موقع هستش که بهتر میتونیم تصمیمات درست و سالم رو برای موقعیت‌های زندگیمون داشته باشیم. درود میفرستم خدمت دکتر دانیال شایسته و سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. درود به شما و درود به همه بینندگان شما. ممنونم که به من فرصت دادید که با شما باشم. خواهش میکنم. سپاسگزار از اینکه میدونم که بسیار شما مشغول هستید و خدمات دیگه ای رو دارید، اما هرگاه که از شما خواهش کردیم شما هم نیز با اون محبت و اون روحیه فروتنی واقعا دعوت ما رو پذیرفتید. دکتر شایسته عزیز همون گونه که اگر از ابتدای برنامه با ما بوده باشید، ما سوالی رو در طول این دو هفته مطرح کردیم و این هستش که چرا خدا انسان را آفریده؟ هدف از خلقت چی بوده؟ سپاسگزار میشم با دانش و آگاهی که شما نسبت به تمام ادیان دارید ما رو در این قسمت بتونید کمک کنید تا به اون هدف اصلی خلقت برسیم. برای من افتخار، خیلی ممنون و چه واقعا موضوع جالبی. میخوام قبل از ارائه تعریف از طرف خودم بگم که اون کلمات چرا، برای چه، واقعا کلمات طلایی هستند. ببخشید که فقط در کتاب مقدس ما چنین اجازه مطلقی داریم که ازش استفاده کنیم. ولی در مورد هدف خلقت میخوام به شما بگم که هر زمانی که ما از کلمه هدف صحبت میکنیم باید به این فکر باشیم که در پشت اون هدف یه طراحی هست، یه فکری هست، یه وجودی هست که دانش خودش رو به نمایش گذاشته. چون که بعضی از باورها مانند سوسیالیسم باور ندارن که یک خالقی برای دنیا هست و چون خالق و مدیری نیست پس هدفی نیست و تعریفی برای هدف ندارن، میگن که دنیا همطور تصادفی به دنیا آمده. چرا این رو گفتم؟ به خاطر اینکه ما فقط با توجه به شخصیت اون طراح، با توجه به شخصیت اون خالق است که میتونیم هدف رو تعریف کنیم، هدف از خلقت چیست تعریف کنیم اون رو. در ابتدای کتاب مقدس در باب اول کتاب پیدایش ما میخونیم که خدا میگه همه چیز رو خلق کرد، دید که خوب بود و خوشحال شد. آمین. خوشحالی خدا فقط این نبود که همه چیز خوب بود و خوشحال شد. خوشحالی اصلی خدا این بود که جوهرش خوبه و جوهر خوبش چیزهای خوب خلق میکنه و باعث خوشحالی میشه. یعنی اینو اگه بخوایم از دیدگاه الهیاتی و از دیدگاه اجتماعی حتی این رو بیان کنیم، این است که همیشه مدیر خوب، همیشه برنامه خوب بدون دردسر به خوبی میرسه، خوبی ایجاد میکنه و شادی ایجاد میکنه. و اینه که پایه و ریشه هر باوری روی انسانها اثر میگذارند. از نظر اجتماعی برای ما این زیبایی رو داره که ما ریشمون بر روی اون خوبی بنا هست. حالا این خوبی رو ما بیاییم به خانواده وصل کنیم، خوبی خدا رو، یعنی یگانگی خدا رو، وجودش فقط خوب است. این رو بیاییم به خانواده وصل کنیم، بیاییم به سازمانی که درش کار میکنیم به اون وصل کنیم، در جامعه‌ای که زندگی میکنیم، چه جامعه
شهری و چه جامعه کشوری و چه جامعه جهانی بهش وصل کنیم. تعریف هدف از خلقت اینطور میشه که خدا خوبی مطلق خودش رو میخواست آشکار کنه به وسیله جمعیت خانواده، به وسیله جمعیت سازمان و جمعیت کشور و جهان، تا اون خوبی خودش رو با دیگران به مشارکت بذاره و اون خوبیش شادی پایان ناپذیر ایجاد کنه و هماهنگی و آرامش و صلح ایجاد کنه. پس روی هم رفته به خاطر این است که پولس رسول، که رسول عیسی مسیح، ولی این مرد واقعا یک دانشمنده، نه اینکه از نظر الهیاتی صحبت میکنه، بلکه از نظر فلسفی و اجتماعی همه چیز رو میاره واقعا به هم وصل میکنه و ما جا داره که واقعا ازش یاد بگیریم. میگه که سرچشمه همه چیز در خداست، اون مقصد هست و سرچشمه است. چرا؟ برای اینکه خوبه. هر چیز خوب باید هم سرچشمه بشه و هم مقصد بشه، و به خاطر همین است که میگه هر چه میکنید، خواه خوردن، خواه نوشیدن و هر کار دیگر که میکنید، همه رو برای جلال خدا انجام بدهید. و کتاب مقدس به ما میگه که این کار رو ما هر کاری که میکنیم واقعا باید توصیف خوبی خداوند رو بکنیم. و به خاطر همین است که من گفتم که واقعا باورها روی انسانها اثر میگذارند. و مثلا شما میبینید که من حتی یه سری از دوستای سوسیالیست دارم که واقعا آزادی رو دوست دارم، ولی نمیدونن که آزادی در پیغامشون، باورشون نیست، هدف نیست اون دا، هر چیزی تصادفیه. من یه روزی با یک دوست کمونیست صحبت میکردم، بهش گفتم که به سادگی بهش گفتم، گفتم که بچه های من با بچه هاش بازی میکردم، بهش گفتم که بچه های من بیشتر از بچه های خودت دوست داری؟ گفت نه، من بچه های خودم رو بیشتر از بچه های تو دوست دارم از نظر منطقی. گفتم که منطق در سوسیالیسم که یک طراحی پشت خلقت نیست معنی نداره. شما نمیتونید بگید من بچه‌م رو دوست دارم. اینه که واقعا این افکار، فلسفه و الهیات و قوانین اجتماعی در کتاب مقدس قوانین طلایی هستند که ما باید اونها رو معیار خودمون قرار بدیم. آمین آمین. پس بنابراین میتونیم به این نتیجه برسیم که گذشته از یک کتاب مقدس هدف خلقت رو زیبا معرفی میکنه که انسان به شباهت او آفریده شده، در مسیر اراده او رشد کنه، اما در باورهای دیگه متفاوت هستش. آیا میتونم این سوال رو از شما بکنم نسبت به باور اسلام و الله که خدای قرآن و خدای اسلام هست، این هدف کجا قرار میگیره؟ هدف خدای اسلام چگونه هستش نسبت به خلقت؟ همونطور که در ابتدای صحبتم گفتم، واقعا بخوایم اگه تعریف هدف خلقت در اسلام رو بکنیم، تعریف ارائه بدیم، واقعا باید به شخصیت خدای اسلام نگاه کنیم. خدای اسلام در قرآن میگه که هدفش از این که انس و جن رو خلق کرده تا اونو پرستش کنن. حالا اگه شما به کتاب‌های اسلامی مراجعه کنید، می‌بینید که همین جن‌ها خودشون واقعاً اونا اعتقاد دارن که یک سری از جن‌ها خوبن، ولی یک سری‌ها خیلی بدند و همکار شیطان هستند. خدای اسلام میگه که من اینا رو خلق کردم که منو پرستش کنن. ولی چطور میتونیم واقعاً اون هدف رو تعریف کنیم؟ هدف رو باید با توجه به شخصیت الله در قرآن تعریف کنیم. الله میگه که در قرآن میگه، بارها و بارها این رو قرآن میگه، در سوره حدید میگه، سوره اعراف میگه، سوره شمس میگه که هر چیزی از اوست، هر بدی و هر خوبی از اوست. حالا این دکترین الهیات بت پرستیه، همین نیو ایج جدید که داریم، اونا هم یه چنین اعتقادی دارن و به خاطر همین است که میگن بین بدی و خوبی هیچ فرقی نیست.
ولی اسلام این بدی و خوبی رو مشخص میکنه، چی بده چی بد نیست. ولی هر چیز بد و خوب به وسیله الله اینجا اومده. این یکی از چیزهایی که منو به تعجب واداشته و عالمان اسلامی به این منطق کوچک فکر نمی کنن اینه که اگه خدا در جوهر خودش پاک مطلق باشه، اون پاکی مطلق نمیتونه بدی رو خلق کنه. حالا که قرآن میگه که الله خالق هر بدی هست، حتی الله شیطان رو آلوده کرده. در سوره اعراف شیطان به الله میگه که تو منو آلوده کردی، اغویتنی این عربی، یعنی منو اغوا کردی، منو آلوده کردی، منو گمراه کردی. اگه خدا بدی رو، خدای اسلام میگم، بدی رو خلق کرده، از نظر منطقی اینه که در جوهرش باید جوهر بدی باشه تا بتونه بدی رو خلق کنه. این چیزی هست که یه فلسفه و منطقی هست که همه اونهایی که منطق حتی به وجدان خود تکیه میکنن اینو میفهمن که نور همیشه نور تولید میکنه، نور تاریکی تولید نمیکنه. به زبان ساده اگه بخوام بگم، وقتی که الله تاریکی روحانی رو، بدی رو خلق میکنه، به این معنی هست که جوهرش دوگانه هست. جوهر دوگانه همیشه هدف دوگانه داره، یعنی هدف دوگانه ای داره که در اون هدف جنگ هست، مبارزه هست. یک هدف، یک پاره ای از هدف مخالف اون یک هدفه که باید بر اون هدف، بر اون قسمت هدف پیروز بشه، خودش رو غالب بکنه. یعنی جنگ، خونریزی از دوگانگی میاد، نفاق. پس اینطور میتونیم تعریف کنیم که هدف الله از خلقت اینه که دو نیروی مخالف رو در روبروی همدیگه قرار بده و به جان همدیگه بیاندازه. و این من و شما این رو در زندگی خودمون دیدیم، از تاریخ اسلام ما اینو میفهمیم و به تاریخ اسلام نگاه میکنیم که چقدر حتی خودشون رو نابود میکنند. اینه که از تز اسلام، از نقشه و هدف اسلام اینو میفهمیم. اسلام میگه که، قرآن میگه که هدف اسلام اینه که تمام دنیا رو به اسلام تبدیل کنه و بر همه غالب بشه، همه ارزش ها رو نابود کنه و اسلام رو حاکمیت بده. پس میبینید هدف از خلقت در اسلام اینه که همه چیز الله رو پرستش کنند و اونهایی که الله رو پرستش میکنند تشنه خون اونهایی باشند که الله رو پرستش نمیکنند. یعنی این دوگانگی واقعا انسان رو بیچاره میکنه در اسلام و در هر باور دیگه که دوگانگی هست. یکی از دلایلی که من کتاب مقدس رو انتخاب کردم همین دوگانگی بود، چون که دوگانگی ما رو بیچاره میکنه. حسابش رو برسید، در زندگی اسلام در هر چیزی دوگانگی هست. در خانواده دوگانه هست. شما به عنوان شوهر بالاتر از زنتون هستید، بیشتر از اون حقوق دارید. محمد به عنوان پیغمبر بیشتر از هر کسی دیگری حق داره، مسلمون بیشتر از نامسلمون حق داره. ولی این بر این مشکلات در زندگی من و شما حل شده. چرا؟ برای اینکه خدای یگانه ریشه ماست. زن من از من بهتر نیست، من ازش بهتر نیستم. هر دومون در نزد اون خدای یگانه ای که ما رو خلق کرده یک جور هستیم. و این البته از نظر اجتماعی خلاقیت های بزرگی هم در انسان ها ایجاد میکنه، چون که من بر اساس کتاب مقدس باید به شما باور داشته باشم که شما یک انسان خلاقی هستین، به شما احترام بذارم و خیلی چیزهای دیگه میشه در مورد صحبت کرد. حقیقتا سپاسگزارم از مطالبی که فرمودید. بنابراین میبینم چقدر زیبا با یک ظرافتی شما به این دو سوال پرداختید و میخواستم بدونم که پس بنابراین تعریف شما نسبت به اینکه چگونه میتوان این یگانگی را که فرمودید
توی زندگیمون ما ایمانداران به کار ببریم نسبت به هدف مقدس خلقت که خدا خدای نیکو هستش و ما چه امتیازاتی نسبت به این داریم. سپاسگزار میشم، این آخرین سوال من خواهد بود، وقت شما بیشتر نخواهم گرفت، که بتونیم این محبت و این ذات خدا که نیکوست رو توی زندگیمون به کار بگیریم برای اهداف عالی. از مسیح یاد گرفتیم که باید با اون جوهر یگانگی هماهنگ باشیم. مسیح در انجیل میگه که این چیزها رو به شما گفتم تا شادی من در شما باشه و شادی شما کامل باشه. این شادی کامل از یگانگی میاد. اون یگانگی هست که واقعا در ما میتونه میوه های یگانگی ایجاد کنه. اون آیه های مشهور انجیل کتاب غلاطیان در باب 5 شما میدونید که میگه که روح خداوند در ما محبت، خوشی، آرامش، برداری، مهربانی، خیرخواهی، فروتنی، خیشتن، در همه این میوه های خوب از اون یگانگی میاد. و من واقعا از هر بابت میخوام به شما بگم، از نظر منطقی، از نظر احساسی، از نظر روحانی میخوام بگم که واقعا عاشق عیسی مسیح هستم به خاطر اون صحبت هایی که کرد. واقعا اون صحبت ها غذا و آب زندگی ماست. مثلا به ما میگه که یگانه زندگی کنید. آری شما آری باشه، نه شما نه. لزومی به قسم خوردن نداری که بخوای خودت رو ثابت کنید جای دیگه. یا اینکه میگه اگه شما چراغی رو روشن میکنید، بعد از اون میایید روش سرپوش میگذاری. آدم عاقل یه چراغ روشن نمیکنه که روش سرپوش بذاره. نور برای دادن نور به اطرافیان از شما روش رو نمیپوشونید. پس این یگانگی جوهر زندگی خوب، زندگی آرام بخش، زندگی صلح آمیز است. اینه که میبینید که ریشه ما چگونه روی ما اثر میذاره. خداوند یهوه در کتاب مقدس مثل الله، مثل برهمن هندوها، نمیدونم مثل اون ادیان دیگه، دوگانه نیست، یگانه هست. و اون یگانگی ما رو یگانه به انسانها، به هم نوعان ما نشون میده و ما رو آماده میکنه که انعکاس اون یگانگی به دیگران باشیم و اینطور بتونیم صلح و آرامش و دوستی در جامعه خودمون، در خانواده و در جامعه خودمون ایجاد کنیم. آمین آمین آمین. با سپاس فراوان دکتر شایسته عزیزم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، در انتهای این قسمت از برنامه هستیم. ممنون میشم مشروط برای اینکه مطلبی در قلبتون هست با هموطنان اون در میون بذاریم بشنویم. من واقعا تشویقم به هموطنانمون اینه که اگه به این یگانگی عیسی مسیح ایمان بیارید، دیگه در اون کشور افرادی دیکتاتوری مثل خامنه‌ای، مثل خمینی نخواهید دید. واقعا بسیاری از هموطنان ما میگن که مشکل خامنه‌ای، نمیدونم خمینی یا اون هاست. نه، این اون نیست. مشکل باوره، مشکل اسلامه. واقعا زمانی که الله رو بگذارید کنار، زمانی که اسلام رو بگذارید کنار، من به شما قول شرف میدم، از هر بابت به شما قول میدم که دیگه خامنه‌ای در اون کشور نخواهد بود. اسمی به نام خامنه‌ای، نمیدونم، حالا فقط خامنه‌ای تنها نیست، خمینی تنها نیست. در گذشته من افرادی داشتم در کشورمون که خونریزی کردن، مثل شاه اسماعیل یا خلفای عباسی یا تیمور لنگ. اینها از بین خواهند رفت اگه هموطنان ما اون اسلام رو و اون خدای اسلام رو از دل و فکر خودشون بیرون کنن. آمین 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 که با فیض خدا چنین خواهد شد به فیض مسیح. سپاسگزار هستم دکتر شایسته عزیزم، محقق، پژوهشگر ادیان. با فیض خداوند در برنامه‌های دیگه بتوانیم از دانش شما استفاده کنیم. شما رو به دستان پرفیض مسیح می سپارم. خیلی ممنون، برای من افتخار. خواهش کنم، متقابلم. هموطن خوبم، هموطن عزیزم، مطالبی که میتونست کمک ما بکنه نسبت به هدف خلقت رو از دکتر شایسته عزیز شنیدیم.
که کلام خداوند اعلام میکنه خدای ما نیکوست، خدای ما نوره، در او هیچ تاریکی نیستش. و با آیاتی که دکتر شایسته عزیز اعلام کردن، امروز تو هموطن خوبم متوجه این است شدی، اگر خدا نیکوست، اگر خدا محبته، اگر خدا عدالته، اگر خدا وجودش پر از رحمت و فیض هست، اگر خدا وجودش پر از حکمت هست، پس تو هم وطن عزیزم برای رهایی از تمام مشکلاتت میباید بدانی چرا خدا تو را آفریده و آیا جواب تو را اسلام میتونه بده، همون گونه که دکتر شایسته عزیز اعلام کرد، با دوگانگی، هم خوبه هم بده، هم تاریکیه هم نور هست، هم ظلمت و ضلالت رو ایجاد میکنه و هم مهربان هستش. و یا نه، کتاب مقدس که اعلام میکنه که خدا محبت است، خدا محبت است و فقط محبت میکنه، نمیتونه خدا گناه کنه، نمیتونه ظلم بکنه، خدا نمیتواند در تاریکی باشه، مطابق کتاب مقدس. هنوز این سوال رو دوست دارم شما عزیزان پاسخ بهش بدید، چرا خدا انسان رو آفرید؟ مهم هست یک مسیحی بداند چرا خدا انسان رو آفرید. بریم با هم دیگه موزیک ویدیو و یک سرودی رو ببینیم، برمیگردیم با شما خوبان خواهیم بود. Able